محسن حساسگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای حساسگارا، بر اساس این اسنادی که منتشر شده و در گزارش مشتبه هم بهش اشاره شد، اطلاعات سپاه در یک کارگروه محرمانه طرح تهدید و سانسور هنرمندان و ورزشکاران رو تدوین کرده. هدف حکومت از تدوین این گونه طرح‌ها برای سرکوب و کنترل هنرمندان و ورزشکاران چیه؟ ببینید، حکومت‌های دیکتاتوری و چه از نوع دینی، چه از نوع سکولار و به خصوص نوع استبدادی اون که یک نفر خودش عین قانون هستش، مثل حکومت جمهوری اسلامی، بقاشون در واقع بر دو ستون اصلی بنا شد. ستون اول معروف به دو مطلق، یعنی باید که به مردم بقبولونن که حکومت مطلقا نیرومنده و مردم مطلقا ضعیفن، و این معادله ترس رو در ذهن مردم جاگیر کنن. ستون دوم این است که باید مردم تنها باشند و هیچ ملجأ و هیچ چهره مورد اتکایی نداشته باشند. هیچ ساختاری، سازمانی، جامعه مدنی، شخصیت محبوبی برای مردم نماند تا در واقع اون تنها شدنشون بتونه دوام پیدا کنه. حالا بر اساس این دو وجه که بقای حکومت‌های دیکتاتوری مثل حکومت ولایت فقیه از سلبریتی ها، هنرمندان، روشنفکران، نویسنده ها، شاعران و شخصیت های برجسته، هر دو ستون حکومت رو میتونن بلرزونن. از یک طرف با شجاعتی که دارن، با حرفی که میزنن، با شکوندن اون دو مطلق وقتی که پیشتازی میکنن، در واقع معادله رو در ذهن مردم میشکنن و تزریق شجاعت میکنن. از سوی دیگه وقتی که حرف در خوری دارن، هنری داشتن و یا کاری رو میکنن و مورد توجه مردم هستن، میتوانند که به صورت یک گروه مرجع و منجع برای مردم در بیان و مردم به عمل کرده اونها نگاه کنند و با اونها حرکت کنند. بنابراین به این دو دلیل حکومت، نه حالا، از قبل هم بسیار حساس بوده. از آیت الله های مثل آقای منتظری شما بگیرید که از دوره آقای خمینی هم شروع شد، مراجع دینی رو، مرجع کشی رو باب کرد و از بین بردن، و یا کشتن نویسنده و شاعر و هنرمند و دانشمند و غیره و غیره، تا امروز برای این که در واقع این دو ستون رو بتونه نگه داره. بخش دیگری از این اسناد اشاره داره به سرکوب روزنامه نگاران. خب ما میدونیم که فشار بر روزنامه نگاران چیز تازه‌ای در طول حیات جمهوری اسلامی نیست، اما این اسناد به صورت روشن و دقیق ثابت میکنه و نشون میده که روزنامه نگاران یک جامعه هدف برای حکومت جهت فشار و سرکوب بودن. او بله، ببینید، پدران ما در مشروطه میگفتن رکن چهارم مشروطه، اصولا روزنامه نگاران چشم بینای جامعه هستند. روزنامه نگاران شغلشون تنویر افکار عمومی، روشن کردن مردم، راه نشون دادن و سرکولیشن و گردش آزاد خبره. قاتل و بلای جون دیکتاتورها آگاهی مردمه و اینکه اخبار رو درست بفهمن، بدونن چیزی پشت پرده نباشه. به همین دلیل روزنامه نگاران که وظیفه روشن کردن افکار عمومی، وظیفه رسوندن خبر درست به مردم رو دارن و به این ترتیب تبلیغات یک سویه حکومت رو باطل میکنن، از سوی این قبیل حکومت ها به عنوان دشمن اصلی قلمداد میشن و دشمنی میکنن و سرکوبشون. سپاسگزارم از شما محسن حساسگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما.